نام اصلی ما غلام حیدر با تخلص فامیلی جویا. از زمانی که ما برادی افغانستان اولین آهنگ ما ثبت کردم، نام هنری بر خود گذاشتم که وست حیدر کمال. سال 1347 ما به ریاست کلتور او زمان مراجعه کردم که در اونجا کلتور ریاست بود، وزارت نبود در وقت. استاد محترم آقای خیال معاون ریاست بودن. من مراجعه کردم به نزد آقای خیال و استاد خیال مرا معرفی کردن با ارکستر جامی که من همکار شدم با ارکستر جامی، که در اونجا هنرمندای مثل آقای شمس‌الدین مسرور، آقای جلیل طاهری، حیدر نیساز، میرمون پروین، سارا زلاند، میرمون نایید. آخر از جور و جفای تو سفر خواهم کرد، آخر از جور و جفای تو سفر خواهم کرد، شکوار جاز ستمهای تو سر خواهم کرد، شکوار جاز ستمهای. موسیقی را از صنف هشتم که در لیسه حبیبیه بودم در سال 1342 با گروه موسیقی لیسه حبیبیه که مرحوم احمد ظاهر، مرحوم مسعود جمال، مرحوم نعیم مسکینیار، دیگه نوازنده، دیگه آوازخانه جوان لیسه حبیبیه بودن که با اونا آغاز کردم موسیقی. ما در صنف سوم فاکولته انجینری بودم که از اونجا من برای ادامه تحصیل رفتم هندوستان و در اونجا از این چانس استفاده کردم که موسیقی هم بیاموزم و ما در یونیورسیتی بادکنده موسیقی در هندوستان رسما شامل شدم و در یکی از کالج‌هایی که نزدیک یونیورسیتی ما بود در اونجا شروع کردم به درس موسیقی و روزانه ما 3 ساعت درس موسیقی داشتیم در هفته 5 روز. آقای جویا یک از غنیمت‌های موسیقی افغانستان هستند، به خاطر از اینکه از دوران درخشان موسیقی افغانستانی دهه 50 و دهه 60. در اون زمان ها، زمان هایی که ظاهر ویدا، احمد ظاهر، ببرک مسا و امثال هنرمندای وجود داشتن و اینا به اصطلاح بنیانگذاران سبک‌های مختلف بودن، آقای جویا هم یکی از آدم‌هایی است که در اون دوران در رادیو 7 آهنگ فکر کنم در رادیو افغانستان خوانده بود. و در قسمت ستار خوشبختانه آشنا شدم با پندت شلیل شنکر که یکی از شاگردهای سابق پندت روی شنکر بودن که اونا به ما کمک کردن و ستار از اونا آموختم و همچنان در برلین که یک انستیتوت بین المللی موسیقی وجود داره که من در اونجا باعث معلم موسیقی پذیرفته شدم. و 1352 بگویم از افغانستان خارج شدم. دیگه بعد از او افغانستان رفتن نتانستم و در تلویزیون نبودیم. تلویزیون که تشکیل شد در افغانستان، همه هنرمندای هم دوره ما از طریق تلویزیون بسیار به شهرت رسیدن و ما این علت بود که ما از شهرت باز موندم. چشمی تو چرا